سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من پریسا هستم، متخصص تغذیه. امروز میخوام در مورد رژیم قلیایی یا رژیم آلکالی باهاتون صحبت بکنم. این رژیم خیلی مصطلح هست بین ورزشکارا و معتقدن که میتونه باعث افزایش عملکرد ورزشی بشه. با هم بررسی میکنیم، یه تعریفی ازش ارائه میدیم و اینکه چه کسایی بهتر این رژیم رو بگیرن، آیا واقعا تاثیرگذار هست یا نه. چرا این رژیم رو معمولا ورزشکارا رو میارن بهش؟ دلیلش اینه که وقتی که شما ورزش میکنین، مقدار زیادی اسید تجمع پیدا میکنه توی ماهیچه‌هاتون و اولین گزینه که به ذهنتون میرسه اینه که اگر قلیان مصرف کنم باعث خونسا شدن این اسید میشه و عملکرد ورزشیم بهبود پیدا میکنه. و ممکنه که شما هم تجربه کرده باشین که وقتی که بعد از یه مدت طولانی ورزش میکنین، عضلات و ماهیچه‌هاتون درد میگیره و نمیتونین خیلی به راحتی تکونش بدین. دلیلش همون تجمع اسید لاکتیک هست و اگر بتونین این اسید لاکتیک رو سریعتر خونسا بکنین، خب بیشتر میتونین فعالیت فیزیکی داشته باشین. حالا از نظر تئوری درسته که اگر شما یک عضله ای که توش تجمع زیادی اسید لاکتیک وجود داره رو داخل حمام قلیا قرار بدین، این اسید خونسا میشه. ولی آیا از نظر فیزیولوژیک هم و در بدن ما همین اتفاق میفته یا نه؟ باید بررسی کنیم ببینیم مطالعات چی به ما میگن. قلیایی که میتونه اسید لاکتیک رو خونسا بکنه بیکربنات سدیم هست که همون معادل جوش شیرینه. و آیا ما توصیه میکنیم که شما جوش شیرین بخورین که اسید رو خونسا بکنین؟ مسلما نه، چون مشکلات گوارشی و مشکلاتی برای معدتون پیش میاد. بنابراین باید یه ماده غذایی سالم پیدا بکنیم که قلیایی باشه و بیکربنات سدیم رو هم داشته باشه. اول از همه باید شما دریافت اسید و مواد غذایی که اسیدی هستن رو هم کاهش بدین. مواد غذایی اسیدی چه موادی هستن؟ مواد غذایی فراوری شده، فست‌فودی و رستورانی و پرچرب و پروتئین‌های حیوانی و غذاهای حیوانی. اینها اسیدی هستن و اسید بالایی دارن. و مواد غذایی که قلیایی هستن چیا هستن؟ سبزیجات و میوه ها. اینا مقدار زیادی بیکربنات سدیم دارن و میتونن عملکرد قلیایی داشته باشن در بدن ما. حالا مطالعات زیادی انجام شده و اومدن این رو بررسی کردن که اگر شما دریافت غذای اسیدی رو کم بکنین و دریافت غذای قلیایی رو زیاد بکنین، آیا تأثیر روی عملکرد ورزشی داشته یا نه. مطالعات زیادی نشون دادن که نه، تاثیرگذار نبوده. ولی مطالعاتی مشکلی که داشتن این بوده که دریافت غذای قلیایی در اونها به اندازه کافی نبوده و شاید بدن رو به اندازه کافی قلیایی نکرده. بنابراین اومدن مطالعات دیگه انجام دادن و برای اینکه ببینن آیا بدن به اندازه کافی قلیایی شده یا نه، اومدن پهاش ادرار رو اندازه گیری کردن و دیدن که اگر پهاش ادرار به عدد 7 برسه و به اندازه کافی قلیایی بشه، یعنی بدن قلیایی شده و میتونه اون اسید رو خونسا بکنه. توی مطالعاتی پهاش ادرار رو به 7 رسوندن و دیدن که باز هم عملکرد ورزشی خیلی بالا نرفته و حدود فقط 2% تغییر کرده. بنابراین باز هم این نتیجه گیری شده که شاید باز هم خیلی قلیایی بودن کافی نبوده. توی مطالعه دیگه خیلی زیاد غذاهای اسیدی رو کم کردن توی رژیم غذایی ورزشکارا و حدود 6 تا 8 لیوان سبزیجات رو به رژیم غذایی این افراد اضافه کردن و پهاش ادرار رو به بالاتر از 7 رسوندن و متوجه شدن که به صورت معنیداری عملکرد ورزشی افراد افزایش پیدا کرده تا حدود 20%. بنابراین این قلیایی بودنه نشون داده شد که میتونه تاثیرگذار باشه، فقط باید به اندازه کافی باشه. ولی وقتی که شما یه تغییر بزرگ توی رژیم غذایی افراد به وجود میارین، فقط تنها یک دلیل نمیتونید برای اون نتیجه که حاصل شده بیارین و ممکنه که دلایل متفاوتی وجود داشته باشه در به وجود اومدن اون نتیجه که حالا افزایش عملکرد ورزشی هست. و دلایل متفاوت اینه که مثلا سبزیجات نیترات داره یا منیزیم زیادی داره. اینها هم میتونه روی خون رسانی و اکسیژن رسانی به اندامهای بدن تأثیر داشته باشه، یا املاح دیگهی که سبزیجات داشتن، یا به تبع اون کاهش غذاهای اسیدی هم میتونه تأثیر مثبتی روی عملکرد بدن داشته باشه. بنابراین فقط نمیتونیم بگیم اون قلیایی شدن است که تأثیر داشته. ولی خب به هر حال هر دلیلی که بوده باشه نتیجه مطلوبی بوده و خب خوبه که ما توصیه بکنیم به رعایت کردن این رژیم. این
نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید این سوال بردون پیش بیاد برای افرادی که ورزشکار نیستن، آیا این رژیم میتونه تاثیر مثبت روی عملکرد ورزشی و خون رسانی و کاهش تجمع اسید در بدنشون داشته باشه یا نه؟ توی مطالعه دیگه ای اومدن در زنانی که ورزشکار نیستن همین رو بررسی کردن، یعنی زنانی که همجور فعالیت فیزیکی خیلی سطحی و معمولی دارن این موضوع رو اومدن بررسی کردن و دیدن که تجمع اسید لاکتیک در بدن این افراد کم شده، یعنی بدنشون به اندازه کافی قلیه شده بوده دیگه، دیدن که تجمع اسید لاکتیک کم شده، وزنشون بیشتر کاهش پیدا کرده و وی او تو ماکس این افراد هم افزایش پیدا کرده. حالا این اصطلاحی که گفتم یعنی چی؟ یعنی بیشترین مقدار دریافت اکسیژن، یعنی ظرفیت دریافت اکسیژن بدن افراد در زمانی که بیشترین فعالیت فیزیکی رو دارن. بنابراین هرچی که این عدد بالاتر باشه نشون میده که شما عملکرد عضلانی بهتری دارین، عملکرد ریوی بهتری دارین، عملکرد قلبی عروقی بهتری دارین و خونرسانی بهتری داره به اندامهاتون انجام میشه و هرچی این ظرفیت اکسیژن رسانی بیشتر بشه به همون نسبت ورزش بهتری خواهیم داشت و بدن سلامت‌تر. و این رژیم قلیایی یا همون رژیمی که غذاهای پروتئینی کمتر و غذاهای حیوانی کمتر سبزیجات بیشتر داشته، دریافتش نشون میده که میتونه روی عملکرد ورزشی افرادی که ورزشکار نیستن هم تاثیر داشته باشه. همونجوری که میدونی من خودم خیلی توصیه دارم به دریافت 6 تا 8 لیوان سبزیجات بیشتر و همچنین کم کردن دریافت غذاهای حیوانی و رژیم گیاهخواری هم یکی از مواردی هستش که من خودم به شخصه توصیه میکنم و معتقدم که تاثیرگذار هست روی سلامتی. بنابراین تا جایی که میشه اگر این اتفاق بیفته، حالا دلیلش ممکنه قلیه شدن بدن باشه، دلیلش ممکنه دریافت زیاد نیترات یا منیزیم باشه، هر دلیلی ممکنه باشه، ولی به هر حال تاثیرگذاره و من به شخص توصیهش میکنم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و با این رژیم آشنا شده باشیم. اگر جایی به گوشتون خورد بدونید که منظور چی هست. ممنون از توجهتون و خدا نگهدار.